من حسن اسدی ام، 67 سال سن دارم، متولد خانوک زرند، کارمند بازنشسته شرکت زغال سنگ. بعد از بازنشستگی تصمیم گرفتیم که یه کار کشاورزی کنیم با بچه‌هامون. به جهت اینکه نیاز به اشتغال داشتن گفتم که ببین چه کار انجام بدیم. سال 75 بود، اومدیم و پسته کاشتیم. چند سالی سرگر بودیم. یک خب بالاخره پسته هم در کرمان هزینه بر هست. با این همه حجم آبی که برداشت میشه تو موقعیت الانی کیف آدم بیاد این آبا رو به هدر بده. ما رو منصرف کرد از ادامه کار پسته کاری. حسود بسم الله یاد بله ما فکر میکنم خدا یک توفیقی به ما داد که بالاخره بیاییم زیتون رو شروع بکنیم، برنامه کشت و اینهاش انجام بدیم. شهرستان زرند مثل بقیه استان کرمان به دلیل برداشت بیش از اندازه از سفره آب زیرزمینی دچار در واقع بحران کمبود آب از جهت کمیت و کیفیت شده. در همین زمینه توصیه سازمان جهاد کشاورزی به کشاورزاش به این بوده که از سیستم‌های آبیاری به جهت استفاده بهینه از آب و صرفه‌جویی در آب استفاده کنند و کنتورهای حجمی را هم کشاورزان با همکاری آب منطقه‌ای نصب کنند که بتونیم از این بحران به سلامتی رد بشیم. در این زمینه ما تنها راهکاری که داریم استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری و کشت گیاهان مقاوم به خشکی و شوری است. واقعا از جون دل کار کردیم. همه بچه‌ها فعالیتون به شکلی شد که ما سال 84 رتبه دوم تولید کشور داشتیم. ما هزینه‌های جاری ما برای یه درخت 50,000 تومان. آقا شما 300,000 تومان یه درخت در میاری با چی میخوایی مقایسه بکنیم؟ برای یه درخت در طول سال 300,000 تومان سوده. 300,000 تومان ما گفتیم 70 کیلو زیتون با نرخ الان حداقل 6-7 تومانه. خیلی نسبت به پسته اقتصادی تره. به همین خاطر ما پسته رو اومدیم اصلا فدای زیتون کردیم دیگه. از اون زمان اونای متفاوتی که شده اینجا که بعضی از اونا با سرما مشکل دارن، با وضعیت آب و هوایی منطقه ناسازگارن، اما مثل این رقم که زیتون سویلانا هست، زیتون اسپانیایی، تقریبا با سرما تونسته مقابله خوبی داشته باشه و ثمر خوبی هم برخوردار است. این یکی از ارقامی است که ما در اینجا میتونیم آینده کشت زیتون ما رو در اینجا اون اهداف ما رو برآورده بکنیم. از نظر شرایط آب و هوایی زیتون گیاهی است که همخوان با دماهای بین حداقل 16 و حداکثر 26 درجه سانتیگراد. به طور مثال کشورهای نظیر اسپانیا، نظیر یونان، نظیر ترکیه، نظیر سوریه، دمشق، مراکش، اینها جاهایی هستند که تقریبا میشه گفت حائز این شرایط دما هستند و اقلیم منطقهشون تقریبا شبیه اقلیم کرمان هست، به خصوص در فصول گرم سال. کرمان با میانگین بارش حدود 140-150 میلیمتر هم میتونیم بگیم یکی از اقلیم هایی است که مناسب کشت زیتونه. زیتون اگر بارش حدود 400، 500 و الی 800 میلیمتر رو در طول دوره رشدش این مقدار بارش برای گیاه تامین بشه، میتونه به عنوان یک گیاهی محسوب بشه که بدون نیاز به آب اضافی یک عملکرد خیلی مناسب به دست بده. اما دمای زیر صفر هم در کرمان هستش، همون گونه که شما حداقل دما در سردترین ماه که دی ماه باشه بعضا به منهای 6 درجه سانتیگراد هم میرسه، اما این برای گیاه زیتون هیچ گونه عیبی محسوب نمیشه. دومین گونه ای که تقریبا اینجا جوابش بعد از اون رقم اول نشون دادیم، این رقم کلوناویس هست. اینم باز از همون خانواده زیتون اسپانیاییه که با سرما خیلی مقاوم هست، اما وضعیت از نظر کنسروی اینا ببینید بارش تقریبا مناسب هست، ولی
ارزش اون گونه اولی رو نداره، اما سمردهش خیلی خوب هم هست، در مقابل سرماهای غیر مترقبه مقاومت داره. در یک هکتار حداقل به ابعاد 5 متر در 7 متر، 5 متر روی ردیف، 7 متر هم بین ردیف، یعنی ما باید 285 تا درخت در یک هکتار درخت میکاریم. درخت وقتی بزرگ شد مثل درخت هایی که اینجا داریم باید نگهداریش بشه، یعنی هفته ما یک متر تو تابستون تو فصل گرما آب رو میدیم. وقتی که تو فصل گرما این نهال ما 2 کیلو هست، بیش از 2 لیتر آب نیاز نداره. ما اگر بنا باشه آب رو بدیم به خاک، این نهال هم برا ما جوابی نمیده. آب رو ما میدیم به ریشه گیاه. برداشت زیتون از اواخر مرداد شروع میشه، یعنی از شهریور دیگه حرکتش بیشتر شده، چون که خب ابتدا آشنا نبودن که رقمای سازگار به هر منطقه رو بدن. ما دوره برداشتمون طولانی هسته، اما ما روی باقی که ارقام متفاوت داره و برداشتش چگونه هست صحبت نمی کنیم. میگیم روی باقی که مکانیزه هست، باقی که بر اساس نظر تجربه و تحقیقات ما کاشته شده، اون یه فصل برداشتی داره برای زیتون روغنیش، یه فصل برداشت داره برای چیز زیتون کنسرویش دیگه، زیتونی که مثلا سیاه باشه میخواییم کنسرو کنیم، اون یه مقدار دیرتر میشه. ولی زیتون روغنی میره از مهر به بعد، بستگی باز به همون رقم ها داره، تا اواسط دیما. سلام خوبی، شما 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 خوبی. این بطری های سفید عرق برگ زیتونه برای قند، چربی، فشار خون. این هم همون برگ زیتونه، ولی خب کسایی که مثلا وقت دم کردن اینو نداشته باشن از عرقش استفاده میکنن، خاصیتش هم یکیه. این هم نمونه های ترشی زیتونمونه که اگه دوست داری میتونین تست کنین. این هم مربای زیتونمونه، این نمونه پرورده است، با مغز گردو، پسته، گلپر، نعنا، سیر و انار درست میشه. اینم یه نمونه زیتونمونه، میتونید تست کنیم. اینم بدون هستش. شما از هر دونمونه تست کنید، هر کدوم خواستی نداره. ثابت شده روغن زیتون کاهنده ابتلا به سرطان هست، یعنی شانس ابتلا به سرطان رو مثل سرطان‌های پروستات، سرطان‌های سینه، سرطان‌های قولون کاهش میده. این روغن بسیار مؤثر هست در تنظیم قند خون، مخصوصا در بیماران دیابتی، و همچنین تقویت کننده بسیار خوبی هست در سیستم ایمنی بدن. سیستم گوارش رو ترمیم میکنه، از یبوست پیشگیری میکنه، ملین بسیار خوبی هست و خیلی کمک میکنه در افزایش جذب ویتامین ها در دستگاه گوارش. خیلی جالبه که
روند پیری رو در سلول‌های پوست کاهش میده و همچنین خیلی مهمه که در از تشکیل پلاگ‌های خونی در رگ‌ها جلوگیری میکنه و به همین دلیل کاهنده ابتلا به بیماری‌های قلبی و سکته مغزی است. پس بهتره که ما از روغن زیتون همیشه در سفرمون استفاده کنیم تا از فواید سلامت اون بهره‌مند بشیم. این کنجاله زیتونی که شما الان ملاحظه می‌کنید، این در اکثر کشورهای دنیا مثل زیتون خیز، مثل تونس، مثل اسپانیا، مثل ایتالیا، این رو بیش یعنی ارزش اقتصادیش معادل خود روغن و زیتون هستا. ولی ما متاسفانه تو ایران چون صنایع تبدیلیشون نداریم، ارزش اقتصادی بالایی نداره. ما که اول راضی نبودیم که بیاییم اینجا تو بیابون، امکانات شهری رو ول کنیم بعد بیاییم تو بیابون. اومدیم با بچه ها به اتفاق همه اینجا شروع کردیم زیتون کاشتن، ولی خب یه جوری خودمون راضی کردیم که باید ما اینجا بمونیم، پایدار باشیم تا اینو به جای برسونیم، نتیجه خوبی هم بگیریم. الحمدلله تا اینجا هم که رسیدیم که الان این وضعیت رو میبینیم، بیابونی بوده که الان آباد شده به لطف همکاری بچه ها، به لطف خداوند، با همکاری همه بچه هامون، دامادامون، عروسامون، اینجا اینو پا بر جا نگه داشتیم. مشکلات زیادی داشتیم، هنوزم داریم، ولی خب امیدوارم که این مشکلاتمون کم کم رفع بشه، بتونیم اینجا رو یعنی واقعا اونجوری که دوست داریم احیاش کنیم. به زیتون قسم میخورم که این کار کاره بسیار اقتصادی، بسیار ارزشمنده. من درختم اگر روز نمینم انگار اصلا یه گمشده دارم. من فکر میکنم این زیتونم به همه انسانها یه جذابیتی بیش از این میده. چرا؟ برای اینکه خدا به زیتون قسم خورده و من امروز عاشق زیتونم و حتی گفتم من اثری که مردم باید همین کنار درخت زیتون بشه خاک گور من. کسی که برای زیتون کار بکنه به سلامتی مردمش خدمت کرده. من امروز میگم خدایا تو قبول کن که من دارم روغن زیتون دارم به مردم میدن که سلامتی مردم رو حداقل به خطر نمیندازه، که چی براشون خیلی ارزشمنده.